کافیه. گاهن خب ما مثلا خودمون رو قشنگ حالت در واقع براشینگ میگیریم، نمیشه، نه ممکنه نذاره. قشنگ بگی آره تشویقی های دندونی مخصوص هست، غذاهای خشک دندونی هست، همه اینا رو استفاده کنید، پاسخ میگیرید و جرم های دندونی بعدا شکل نمیگیره. دکتر گویی جهانش که گاه بزاریم مرغ میخوره؟ یک بار بهش مرغ داریم آقای دکتر، انقدر انرژیش رفت بالا اصلا نمیدونی چی کار کنیم. ولی بوغلمونو که میدیم نه مشکلی نداره، ولی نه هورمون داره اون مرغ غذای خوش میخوره. آره من سوالای نازنین هم اینجا زده انگلشو که میخواد الان نیاز به جرم گیری نداره. میدونی الان خدمتتون میگم اینقدر غرغر میکنی؟ آره نمیذاری زده ریادم خوب بشه. اینکه فقط صدا ترنگی باشه. ببینید کلن هضم و جذب پروتئین، چه بوقلمون، چه مرغ، حالا چه حتی هر پرنده دیگه هم که در واقع برش استفاده کنید، اینا معمولا حالتهای گوارشی و افزایش میده و این حالتهای ساید افکت های بویی که در واقع ایجاد میشه خیلی از اوقات ناشی از پروتئینی که استفاده میکنید. در کنار این قضیه باز مشکلات دهان و دندانی میتونه خوب فاکتور باشه. ولی من توصیه میکنم اگه در آینده میخواید پت خیلی سرحال و اوکی در واقع داشته باشید، حتما در واقع بهش غذای خشک بدید که در خشک بدید دو بار بهش. آره بهش حتما غذای خشک بدید که در آینده دچار مشکل خاص نشه.